بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث کمی از اسرار ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیروز در مقدمه بحث به اینجا رسیدیم که داستان ولایت از اونجای آغاز میشه که بین انسان‌ها خداوند متعال تفاوت قرار داده، تفاوت‌هایی که بین استعدادهای ما هست، تفاوت‌هایی که بین توانایی‌های ما هست، تفاوت‌هایی که حتی بین زمان حیات ما هست، یک کسی زودتر به دنیا اومده، یک کسی دیرتر، تفاوت‌هایی که بین امکانات ما وجود داره. این تفاوت‌ها همه موجب میشن که یک وضعیت خاصی در زندگی بشر شکل بگیره. اون وضعیت رو ازش تعبیر می‌کنیم به نظام تسخیری. دو تا گزاره رو دیروز مورد بحث قرار دادیم. یکی این که بین انسان‌ها تفاوت هست در همه زمینه‌ها، و دومین نکته این است که این تفاوت‌ها موجب میشه انسان‌ها یکدیگر رو به تسخیر در بیارن. حالا به تسخیر در بیارن میتونه معنای درستی داشته باشه، میتونه معنای غلطی داشته باشه. شما هر دو تا معناش رو در نظر بگیرید. معنای غلط نه، میتونه معنای بجایی داشته باشه، مصرف بجایی داشته باشه. تسخیر میتونه مصرف نابجایی داشته باشه. نظام تسخیری که در عالم هست میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، میتونه مورد حسن استفاده قرار بگیره. نظام تسخیری که تو عالم هست، این دوتا نکته رو پس در نظر بگیریم. آدم ها با هم تفاوت دارن، این تفاوت ها موجب پدید آمدن یک نظام تسخیری در حیات بشر میشه. ما بعضی از جاها این نظام تسخیری رو میپذیریم و پذیرفتیم، بعضی از جاها هم نظام تسخیری رو باز به جا یا نابجا نپذیرفتیم. فکر میکنیم که خیلی برای خودمون کلاس میگذاریم که اگر بعضی از زمینه ها نظام تسخیری رو نپذیریم. مقابل میز آقای دکتر وقتی میریم، آقای دکتر وقتی تخصصی دارن تو زمینه طبابت و بیماری که بنده دارم ایشون باید معالجه کنن، بنده بدون این که حرفی بزنم از ایشون میپذیرم دستوراتی رو که به من میده و مبلغی رو که از من میگیره. من اصلا قبیح نمیدونم دادن اون مبلغ رو، و اینجا نظام تسخیری به سهولت شکل گرفته. همینطور آقای دکتر وقتی مراجعه میکنن به آقای مهندس که بیاد خانه برای او بسازه، طبیعتا ایشون تخصصی نداره، او وقتی که بگی که ما اینقدر مصالح و اینقدر امکانات میخوایم، آقای دکتر هرچی در میاره به ایشون تقدیم میکنه و میپذیره که ایشون بیاد مدیریت بکنه امر خانه سازی ایشون رو. و همینطور نظام تسخیری در بسیاری از جاها کاملا پذیرفته شده است. بعضی از جاها هم ممکنه نظام تسخیری به صورت نابجایی خودش رو بخواد نشون بده، آدم ها مقاومت میکنن. بعضی از جاها هم نظام تسخیری به همین سادگی باید پذیرفته بشه، اما پذیرفته نمیشه. بالاخره اونجاهایی که پیامبران میان حیات بشر رو اداره بکنن، معمولا دیدیم که نظام تسخیری اونجاها به سهولت توسط آدمها پذیرفته نمیشه، که باید به علتهاش مراجعه کرد. خیلی علتهای شیرین و قشنگی داره. موقع پرسش و پرسش رو درک معارف دینی که میرسه مقاومت ها آغاز میشه، ولی موقع نسخه گرفتن از طبیب برای مداوای بیماری هست، معمولا هیچ مقاومتی وجود نداره. انگار اینجا تخصص پذیرفته شده است، اونجا تخصص پذیرفته شده نیست، یا دلایل دیگری داره، بسیار قابل تأمله. یا وقتی که ما میخوایم
اداره بکنیم محیط خودمون رو، محیط اجتماعی خودمون رو. بعضی جاها در مقابل مدیر مقاومت نشون میدیم، بعضی جاها در مقابل مدیر مقاومت نشون نمیدیم. یکی از جاهایی که در مقابل مدیران اجتماعی مقاومت نشان داده میشود آنجایی است که پیامبران مدیریت میکنند. جالبه که انشاءالله در جلسات بعد ما به علتش پی ببریم که چرا اگر مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام مدیر باشه مقابلش مقاومت بسیار زیاد میشه، اما اگر معاویه مدیر باشه مقاومت مقابل او زیاد نخواهد بود. این رو اگر کشف بکنیم پاسخ بسیاری از سوالهامون رو در باب ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی پیدا خواهیم کرد. خب حالا با این مقدمه این که از بحث دیروز ماند، من یه نکته ای رو هم به عنوان مثال و نکته کاربردی خدمتتون عرض کردم جلسه قبل، اون رو دوباره یادآوری میکنم که خوب است به ما در دوران جوانی آموزش بدن که شما وقتی وارد این جامعه میشید این نظام تسخیری رو چجوری بپذیرید. گفتیم برای ما تلخه، از نظر فرهنگی موقعیت خوبی نداره این حرف که بهمون بگم ببین اگه یه مدیر پیدا کردی از مدیرت چجوری باید تبعیت بکنی، مدیرتو چجوری باید در آرامش خیال نگه داری، در آرامش خاطر نگه داری نسبت به خودت، چجوری باید گزارش بدی، چجوری باید منویات او رو اجرا بکنی تا کار سازمان پیش بره. معمولا اینا رو یاد نمیدن. از نظر فرهنگی انگار یاد گرفتن یه همچیزای جرمه و احساس حقارت میکنن آدمها توی فرهنگ جاری ما که بخوان مدیر داشته باشن. هر کسی میخواد مسئولیت خودش رو بگه، نگاه به مسئولیت خودش از اون قسمتی که هست به پایین میکنه، از اون قسمت به بالا رو نگاه نمی کنه. میگه من رئیس یه مدرسه هستم، نمیگه من یکی از زیر مجموعه های مدیر کل مثلا آموزش پرورش هستم، مدیر کل بگه من زیر نظر وزیر هستم، همینجوری بخواد اون طرفی نگاه بشه. از نظر فرهنگی نباید قبیح باشه رئیس داشتن، بلا استثناء همه ماها رئیس خواهیم داشت و این ریاست پذیری یعنی مدیریت پذیری بخشی از جامعه پذیری است که باید روش کار بشه. اتفاقا نکته حساسی هم هست، امیرالمومنین علی علیه السلام بخشی از درد دلهاش تو همین زمینه بود و ما اتفاقا در جامعه دینی به این موضوع خیلی بیشتر احتیاج داریم. بگذارید من همینجا یه پرانتز باز بکنم به شما بگم، اگر در جامعه دینی نباشه مدیران با ظلم و زور و پول و فریب زیر دستان خودشون رو به اطاعت میکشانن. خواهش میکنم شما نیازی نیست زحمت بکشید برید درس بخونید که چجوری من باید یه مدیر رو از خودم راضی نگه دارم. اون مدیر وقتی بیاد سواری بگیره، وقتی میخواد کولی بگیره از شما، دیگه اون کار خودشو بلده چجوری انجام بده. گفت اگر مثلا او ساربونه میدونه شطور رو کجا مثلا بخوابونه، حالا این تعبیر رو من ناقصش کردم برای اینجا بتونم استفاده کنم. اگر در جامعه غیر دینی باشید مدیر خودش به شما یاد میده شما باید چجوری تبعیت بکنید، آرامش مدیر رو فراهم بکنید. اما اگر در جامعه دینی باشید، چون مدیران در جامعه دینی بسیاری از ارزش ها رو که بعداً بحثش رو خواهیم کرد میخوان رعایت بکنن، توی همچی جامعه ای اگه من و شما فرهنگ اینو نداشته باشیم که از این مدیر چگونه تبعیت و پیروی بکنیم، جامعه فشل خواهد شد. لذا یاد گرفتن این که در جامعه دینی، من منظورم ولایت نیست یا حتی ولایت فقیه، در هر توی کارخونه در نظر بگیرید، توی مدرسه در نظر بگیرید، توی یک خانه در نظر بگیرید، مدیریت خانه اگر با پدر باشه به فرزندان باید خیلی آموزش ها داد که چگونه پدرداری کنند، چون پدران رو خدا بهشون حق نداده به فرزندان ظلم بکنن و با ظلم فرزندان خود رو تنظیم بکنن. پس باید یه نفر به فرزندان یاد بده که خواهش میکنم شما بپذیرید این مدیریت رو از پدر خودتون بتونه خانه سامان پیدا بکنه. اما اگر جایی جامعه دینی نبود، به مدیر مدرسه دیگه نمیخواد بگی که زیاد بخوای نکات رو رعایت بکنی در ارتباط با زیر دستان خودت، خودش بلده چی کار بکنه، از
دانش آموزان خودش سربازانی گوش به فرمان و پا به رکاب بسازه که اونها مدیر مدرسه رو مخدوش نکنن. بگذارید در این باره بعداً به تفصیل صحبت خواهیم کرد. فقط اون نکته دیروز رو دارم برایش تأکید می‌ورزم که اگر ما در جامعهمون بحث نظام تسخیری جا افتاده باشه، باید به همدیگه آموزش بدیم چگونه این نظام تسخیری رو بپذیریم. حتی دانش آموزانی که با همدیگه عضو یک گروه کاری هستن، عضو یک گروه درسی و علمی و فرهنگی هستن، باید بین خودشون یاد بگیرن که چگونه من همکلاسی خودم رو به عنوان رئیس و به عنوان مسئول مجموعه خودم باید بپذیرم. چاره ای نیست، ماها با هم دیگه تفاوت داریم و بعضی هامون استعداد مدیریت داریم و مدیریت هم برای یک جمع حتما لازمه. کسی که مدیر میشه باید در ارتباط با او یه آدابی رو رعایت کرد. اگر رفتیم پشت در اتاقش وقت نداشت با ما صحبت کنه، نباید بلافاصله بگیم داره کلاس میگذاره. مدیر اولین چیزی که پیدا میکنه اینه که نمیتونه با همه زیردستانش ارتباط داشته باشه. نمونه ای چرا؟ درست شد؟ خب این امر در جامعه دینی به ویژه حساسیت بسیار بالایی داره. این یک نکته کاربردی بود که از دیروز عرض کردم، باقی مونده بود که من این فقط بهش اضافه کنم، این تأکید و توصیه رو که در جامعه دینی موضوع این کار حساسیت بیشتری پیدا میکنه. اون وقت مقدمات ولایت پذیری از چنین مباحثی طبیعتاً آغاز خواهد شد. جزئیات ماجرا رو بعدن انشاءالله بیشتر بهش خواهیم رسید. خب حالا ادامه داستان. خدا داستان حیات بشر رو اینگونه آغاز کرد که آدم ها با هم متفاوت باشن. نمیخواد توضیح بدم که نمیشود آدم ها با هم متفاوت نباشند. شما قبول دارید که توضیح نیاز نداره این موضوع یا نه؟ توضیح رو باید توضیح عرض بکنیم. داستان حیات بشر از اونجا آغاز شد که بین آدم ها تفاوت هست. شما قبول دارید که خیلی بدیهیه باید بین آدم ها تفاوت باشه و الا زندگی شکل نمیگیره؟ بله؟ اگه کسی قبول نداره بیرون جلسه باعث حسابشو برسم. نه واقعا قبول دارید دیگه. فکر میکنم بدیهی باشه، ماها اگه هممون مثل همدیگه فکر کنیم، مثل همدیگه استعداد داشته باشیم، سنامون هم عین همدیگه باشه، و چه خواهد شد؟ یعنی واقعا همه با هم تصادف میکنن. به یک کسی بگی برو این طرف، به یک کسی بگی برو اون طرف، یقینا مشاغل مختلف ایجاد نمیشه، یقینا خیلی از تفاوت‌ها رو آدم میبینه که حیاتیه برای زندگی بشر. وقتی یه تفاوت بود بین انسان‌ها و علتش هم معلوم بود، برامون بدیهی بود، کار به مرحله بعدی بحث میرسه. با این تفاوت‌ها آیا ما میتونیم مستقل زندگی بکنیم؟ اینم روشنه که طبیعتاً زندگیمون یک زندگی اجتماعیست و فکر نکنم زیاد بحث علمی بخواد اینجا سرش بخوایم وقت بگذاریم که چرا ما زندگیمون یک زندگی اجتماعی است. به هم دیگه وابسته هستیم. خب وقتی که به هم دیگه وابسته بودیم و مجبور بودیم برای این حیات اجتماعی، نظام تسخیری پدید میاد. یک کسی یه امکاناتی رو داره، باید در اختیار دیگران قرار بده، دیگری این امکانات رو نداره، باید از دیگری بگیره. اینو بهش میگن نظام تسخیری. نظام تسخیری تو همه زمینه‌ها پیش میاد، توی همه زمینه ها نظام تسخیری هست. میخواید اینو یه توضیح اجمالی عرض بکنم. یه بار تو حوزه داشتم من صحبت میکردم، میگفتم بالاخره خدا نیاز انسانها رو به انسانها انداخته است. یکی از علما به بنده میفرمودن که ممکنه یک کسی مرجع تقلید بشه، اما خب در اوج سواد و آگاهی و اینها، اما بالاخره نیاز داره برای راه انداختن برخی از امور مؤمنین به یک طلبه، حالا یک طلبه از شاگرداش مراجعه بکنه که اون طلبه بیاد یک کاری برای ایشون انجام بده. بذارید من جزئیاتش رو توضیح ندم. همه به همدیگه نیاز دارن. شما انسان بی نیاز تو این عالم پیدا نمی کنید.
اونتها نوع نیازها با هم دیگه طبیعتا متفاوته. یه وقت من نیاز دارم یه کسی من رو مداوا کنه، یه وقت نیاز دارم یه کسی من رو و جامعه من رو مدیریت بکنه. بالاخره نیازها هستن و نظام تسخیری برقراره. از این دو مرحله که بگذریم به مرحله سوم بحثمون میرسیم که خواهش میکنم باز هم یه مقدار انتزاعی و تو آسمونی حرف میزنم، شما با من همراهی بفرمایید. در ایجاد یک نظام تسخیری بین آدمها یک سلسله عوارض روحی و روانی و یک سلسله عوارض مادی و معنوی در حیات بشر پدید میاد. اون عوارض رو نمونه هایش رو خدمت شما به فهرست عرض میکنم. شما هم همین الان فکر کنید که اگر بنا باشه ما نظام تسخیری رو بپذیریم، که حالا به چه بپذیری چه نپذیری این نیست که هست، گفت آش خالته، بخوری پاته نخوری پاته. و اتفاقا به همین دلیل ما داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، هر کی بی‌اعتنایی به این موضوع بکنه چوبش رو خواهد خورد، یعنی زمین میخوره، به تسخیر گرفته خواهد شد بد جوری، نمیتونه بگه من به نظام تسخیری کاری ندارم. کسی که آماده نباشه برای ورود به این زندگی، در این زندگی یک سلسله عوارض پیش میاد. بنده 4-5-6 تا از این عوارض رو تنظیم کردم، شما فکر کنید یقینا میتونید عوارض بیشتری رو هم بشمرید. یکی از این عوارض چیه؟ چه عوارضی پیش میاره؟ ما ها میخوایم توی یه جایی زندگی کنیم، فرض بفرمایید مثال رو ساده بکنم، یه اردوگاهی درست بکنن، شما هم زیاد همچین فکر کنید با هم رفیق نیستید، ببرنتون توی اردو، بگن اینجا آشپز میخواد، تدارکاتچی میخواد، معاون اردوگاه میخواد، رئیس اردوگاه میخواد، نگهبان دم در میخواد، معلم میخواد، همه نقشی میخوایم تو این اردوگاه تقسیم کنیم. بچه‌ها بریزید نقش‌ها رو بپذیرید. فکر نمی‌کنید احیانا ممکنه دعوای پیش بیاد برای به دست گرفتن ریاست اردوگاه؟ اگه شما بنا باشه همتون یه فیلمی رو بازی بکنید، یه سریالی رو بازی کنید، فکر نمی‌کنید احیانا ممکنه یه دعوایی پیش بیاد حداقل بین 3-4 نفر از بین چند صد نفر، یه دعوایی بین 3-4 نفر پیش بیاد برای به دست گرفتن نقش‌های اول؟ طبیعتاً زندگی بشر با این حوادث شکل گرفته. منتها می‌خوایم یه مقدار اوریانتر این اتفاق‌ها رو ببینیم. یکی از عوارضی که نظام تسخیری داره در زندگی بشر همیشه خودش رو نشون داده این استش که آدم‌ها علاقه به تسخیر یکدیگر پیدا می‌کنن، حتی گاهی از اوقات بیش از حد ظرفیت و لیاقت. چه اشکال داره من رئیس بشم؟ خب این بالاخره یک اشتیاقهایی رو در انسانها ایجاد میکنه. خب این یکی از عوارضشه. هم به همینجا که داستان ختم نمیشه، یکی دیگه از عوارضی که داره رقابته، احساس رقابت برای به دست گرفتن زندگی دیگر انسان‌ها، تسخیر کردن دیگر انسان‌ها. حتی آدم بخواد دل دیگران رو تسخیر کنه ها، دقت بفرمایید، فکر نکنید من فقط بحث ریاست اجتماعی رو دارم میگم، دل دیگران رو بخواد تسخیر کنه، امکانات مالی رو بخواد تسخیر کنه. مگه الان دنیا نمی‌جنگن سر این چاه‌های نفت و نمی‌جنگن سر خیلی از امکانات مادی؟ رقابت مگه با هم نمی‌کنن؟ رقابت هم یکی دیگه از اتفاق هاست. خدایا میخوام این داستانی که درست کردی برای زندگی بشر، این داستان رو به هم بزنم، بگم خدا، گزارش بدم، بگم خدایا چه آش شل قلمکاری شده این حیات بشر با این نظام تسخیری که شما فراهم کردی، چه دعوایی را انداختی. اگر اینا همشون ببعی بودن و بره بودن، تو این نظام تسخیری علاقمند نبودن شرکت بکنن و راحت میپذیرفتن، خب چقدر راحت تر انسان ها زندگی میکردن. ولی راستی شما یادتون میاد کی اولین بار این اعتراض رو کرد به خداوند متعال؟ کی؟ نه، فرشته ها اعتراض کردن، گفتن خدایا داری یه کسانی درست میکنی جنگ به پا میشه، خون و خون ریزی بالاخره
جریان پیدا خواهد کرد روی زمین. اونا همین حرفا رو میدیدن، ملائکه اینو میدیدن که خدا داره آدم درست میکنه، آدمی با این مختصات. ملائکه هم خب موجودات باهوشی هم فهمیدن، تا آخرش خوندن دیگه. دومین عارضه‌ای که پدید میاد چیه؟ رقابته. سومین عارضه‌ای که پدید میاد چیه؟ عداوته. بله دیگه، رقابت که پدید اومد بعد مرحله عداوته دیگه. همه که حرفه‌ای فوتبال بازی نمی‌کنن که بیان تو زمین به همدیگه گل بزنن، همدیگه رو عبه این ببرن، به توپ ببندن دروازه همدیگه رو، آخرش هم میشینن با همدیگه چای بخورن. عداوته. حداقل خودشون چای بخورن، طرفدارانشون میتونن یه دعوایی بکنن، بالاخره شیشه‌ای بشکنن، یه کاری بکنن. نمیشه همینجوری، خالی هم مزه نداره. بعد از عداوت چه عوارض دیگری ممکنه پدید بیاد؟ مقاومت. آقا یه نفر علاقمند تسخیر کنه دیگران رو، خب بریم در مقابلش مقاومت کنیم. مقاومت بجا یا نابجا؟ من اصلا هیچ کدوم از اینا رو بجا و نابجاشو کاری ندارم، آ تو امور معنوی یا تو امور مادیش هم کاری ندارم. بالاخره اینیست که هست، چه دین باشه چه دین نباشه، در حیات انسانی نظام تسخیری پدید اومده. تو این نظام تسخیری این عوارض پدید میاد. علاقه به تسخیر حتی بیش از ظرفیت و بیش از لیاقت. آقا یه جامعه من چند تا رئیس میخوام؟ یه دونه بسته دیگه. نه ما هم میخوایم رئیس بشیم. بابا ظرفیت اجازه نمیده. یه مدرسه است اینجا یه نفر رئیس. نه خیلی، ما هم دو تا رئیس داشته باشه اینجا که ما هم بریم به پسر خالمون بگیم ما هم کسی هستیم و افه بیاییم و افاده و الی آخر. بیش از حد ظرفیت یا بیش از حد لیاقت تو تواناییشو نداری. نه خیلی من باید رئیس بشم. علاقه به تسخیر بیش از حد لیاقت، حد ظرفیت و بعد رقابت و بعد عداوت، اینها همه عوارضش هستن. بعد مقاومت در مقابل تسخیر. حالا یک کسی اومده میخواد مدیریت بکنه، یک کسی اومده میخواد امکانات رو برداره ببره درست کنه بیاره تحویل بده کارخونه درست بکنه، یک کسی میخواد بابا یک کارخونه درست بکنه توی یه دونه روستایی. من مثالای خوب بزنم که توی این روستا کارخونه بسته‌بندی درست بکنه، محصولات این روستا رو بتونن چند ماه نگه دارن، دلالا نیان بخرن با قیمت ارزون ببرن، یه شرکت تعاونی درست بکنه. یه نفر زمینش افتاده یه جایی که یه گوشه زمینش میخواد بره توی این انباری بزرگ، توی این کارخونه بسته‌بندی بزرگ مثلا قرار بگیره، مقاومت علکی میکنه، میگه نه نمیخوام. چرا؟ چون این آقایی که میخواد کارخونه رو بندازه رئیس کارخونه بشه مثلا پسرخاله ایشونه و این خوشش نمیاد که زمینشو بده پسرخالهی که رقیب من هست بیاد رئیس بشه، برای خودش اینجا شرکت تعاونی بزنه، نونش بگیره، عروض زمین من. بابا پول زمین تو میدیم به درد روستا میخوره، حالا تو بیا کوتاه بیا. نخه، مقاومت علکی. مقاومت راستکی هم البته داریم که خب مقابل زورگویی ها و تسخیرهای نابجا میاد. مقاومت دیگه چی؟ حسادت. ماشاءالله به حسادت. بعضی جاها مقاومت نمیشه کرد ولی حسادت که میشه کرد. بعضی جاها نمیشه انسان بیاد چیکار بکنه، بیاد نظام تسخیری رو به هم بزنه. اما کاری که آدم میتونه انجام بده چیه؟ این استش که خودخوری بکنه، وجود خودش رو آتیش بزنه، حرص بخوره، جوش بخوره، بگه چرا برداشتن بالاخره این وضعیت رو ایجاد کردن. بعد وقتی حسادت پدید اومد، آدم در جریان حسادت کلی میتونه نق بزنه، کلی عیبجویی میتونه بکنه، کلی ضربه میتونه بزنه، کلی فرصت پیدا بکنه این مثلا نظام تسخیری رو، این گوشش رو به هم بزنه. دیگه حسادت هم که میدونید در و دروازه نداره، میتونه به صورت نامحدود عمل بکنه. یه دفعه همکلاسی آدم میره اونجا سر کلاس و یه مقاله قشنگی میخونه، درس خوشگلی جواب میده، معلم میگه باریکلا من واقعا دانش آموز اینجوری با دقت ندیده بودم. آقای دانش آموز یا خانم دانش آموز قلب معلم را تسخیر کرد، قلبی که همه دوست داشتن تسخیر بکنن و احیانا افکار عمومی را هم به نفع خود تسخیر کرد.
عرض کرده بودم قبلا، تسخیر که میگیم انواع اقسام مدلاشو، معنوی، مادی، روحی، روانی، هر جوری. وقتی که داره برمیگرده این آقای دانش آموز، حسادت در ما ایجاد میشه، چیکار کنیم؟ حالا اگه بهش بگیم که برو بشین، حالمو گرفتی، خیلی ناراحت شدم تو بردی، خب خیلی بی کلاسیه، حسادت لخت و عریان دیگه نهایت عقب موندگیه. خب منم باید یه جوری، بالاخره مکار انسان دیگه، داره میاد بره، میگم یه شوخی باش، میگم نیافتی زمین، همین حسادت ارضا شد، بالاخره یه چیزی گفتم، نمیشه که هیچی آدم نگه. حسادت گاهی از اوقات عجیب غریب بروز پیدا میکنه، یعنی اصلاً به ظاهرش نمیاد که این حسادته. مثلا یه دفعه یه کسی بره از همکلاسی های ما یه مقاله قشنگی بخونه، یه دونه عیب داشته، حالا حسادته داره منو میکشه، بگم که خب چی کار کنم، بگم نگم، یه خیلی بیکلاسیه، این مثال هم که آج آقا اونجا تو کلاس زدن، مگه همینجوری یه شوخی منفی هم باهاش بکنم و معلوم میشه حسادته؟ میام حسادت خودم رو پنهان میکنم، میگم که برای اینکه بروز بدم، بعدش پنهانش میکنم، میگم ببین واقعا عالی بود، من خیلی خوشحال شدم. ولی راستی یه نکته داشته، اونم اینه که تو اون گوشه مقالت این مسئله رعایت نکردی، رعایت کن، واقعا اینا خیلی اصلا خوب نیست. پاک میزنه برجک طرف و اونم میگه باشه و نه خیلی مهم، ولی خوب بود، مقالت بد نبود، اون رعایت کن، من بعد درست میشی. ببین این اونو تسخیر کرد، منم میام تو رو تسخیر، یعنی این دانش آموز رو تسخیر میکنم، یعنی دست بالای دست بسیار نامرد، رفتیم اونجا همه رو فتح کردیم، منم تو رو فتح کردم. بالاخره حسادت رو شما ارضا کردی دیگه، ساکتش کردی، یه چیزی یه جوری خودتو آروم کردی، بعد میبینی به مامان تعریف میکنی، مامان اگه چه اون حال همه رو گرفت، ولی منم حالش رو گرفتم، بالاخره یه اتفاقی افتاد. در باب حسادت اجازه بدید تأمل، من فقط به این دلیل این مثال‌های پیچیده رو زدم که به شما عرض کنم حسادت گاهی از اوقات اینقدر پیچیده است، اینقدر بیجاست، که شما اگه به مردم بگید مردم شما در فلان جا دارید حسادت میکنید، مردم 99 درصد ممیز 99 درصدشون اصلا نمیپذیرن حرف تو رو، میگن اصلا حسادتی در کار نبوده، چی داری میگی؟ ولی حسادت رو سرش یه حسابی باز کنید، تو نظام تسخیری حسادت خیلی بازار داره دیگه، چه عوارضی پدید میاد. شما مثال در نیاوردید از این افکار نورانیتون، ببینیم عوارض شما چی فکر کردید، من ادامه بدم؟ یکی دیگه از عوارضش تکبره، حالا یه کسی تسخیر کرد دیگران رو، بح کلی باد به غبغب میندازه، ما اینیم، بالاخره 10 نفر زیر بال و پر ما هستن. رفته بودم یه ساختمون قدیمی رو نگاه میکردم که مثلا مال یک رئیس خانی بوده، رئیس روستاهای متعددی بوده، این آدم مینشسته و گفتم این چیه وسط اتاق چوبی کشیدن انقدر بلند؟ این برای اینکه پشت این چوبا کفششون رو در بیارن، خیلی با کلاس نشون میده اگه اینجوری بودن. گفتش نه، این به خاطر اینه که غلامان که نه، مثلا رعیت به تعبیر ایشون، رعیت میان با ایشون صحبت بکنن، کاری دارن، پشت این چوب میشینن، نه یان جلو محضر خان رو خرابش بکنن، کثیفش بکنن. بالاخره یک کسی خانی باشه، نشسته باشه اونجا، 12 پارچه آبادی زیر دستشه، تکبرم یکی از نتایجشه. بعد به خاطر خود حفظ این تکبر چه دعواهایی راه میفته، به خاطر مقاومت در مقابل این تکبر چه دعواهایی راه میفته، اصلا هیچ دعوایی هم راه نیفته شما این تکبر رو بپذیرید، چه آسیبهایی داره، اینا دیگه بحثهای بعدیست. تکبر یکی دیگه از عوارضی که پدید میاد تو نظام تسخیری چیه؟ تحقیر. او تکبر میکنه، شما تحقیر میشید از این طرف. بعد برای اینکه آدم تحقیر خودشو پنهان بکنه چه خواهد کرد؟ تحقیر خودشو پنهان بکنه، میره خانه چوبش میزنه، برای اینکه بین جوانای روستا مثلا احساس حقارت نکنه، میگه ولی لازم بود، خیلی هوشیار شدم، یه جوری توجیه میکنه تحقیر شدن خودشو. مثالهای
زمان قدیمش رو بزنم تا بعد برسیم به مثال‌های زمان جدید که یک پوستی از جامعه فعلی جهانی انشالله بکنیم که نبود. اگه خدا توفیق بده. تحقیر، انسان تحقیر شده، انسان ذلیل شده، اینم یکی از عوارض نظام تسخیریه. خب دیگه چی؟ غیر از این عوارض متعددی که ممکنه پدید بیاد، من اجازه بدید یک نتیجه در نظام در مجموعه معارف دینی بگیرم. تا اینجا به دین ما هیچ کاری نداریم، با دین هیچ ارتباطی نداریم. خدایا چون نظام تسخیری در عالم ایجاد کردی، این وضعیت ها میتونه پدید بیاد. یکی از مواردی که یادم رفت بگم، طبیعتا میدونید دیگه، ظلمه. در جریان نظام تسخیری آدم ها فقط همدیگر که تسخیر نمی کنن، که ظلم هم میتونن به هم بکنن. بابا اگه کسی یه فرصت کوچیک پیدا بکنه، مثال ها رو سعی میکنم به شدت مثال های بدوی و ابتدایی بزنم تا عمق فاجعه مشخص بشه و مقدماتی برای بحث های آینده پدید بیاد. یه مثال خیلی قدیمی که بنده بلد بودم این بود که زمان جبهه و جنگ، بعضی از این بچه هایی که می اومدن جبهه بهشون میگفتن آقا شما بیا دژبان وایسا. دژبانی توی بچه بسیجی هایی که اومده بودن به جنگن و به شهادت برسن و خط مقدم رو بگیرن و نمیدونم خط شکن باشن، یه شغل پایینی بود. البته شغلی بود توأم با امنیت، چون دژبانی ها کسی که دژبانی وایمیستا تو خط و تو جنگ و مقابل گلوله نمیرفت، ولی بچه هایی که خب خوششون نمیومد بالاخره عقب بمونن، خوششون نمیومد از اینکه دژبان وایسن، لذا شغلی بود که یه شغل درجه دومی به حساب میومد. بعضی از این بچه‌ها وقتی دژبان وای میستادن خب خیلی ناراحت می‌شدن و حالا ناراحتیشون رو به انواع و اقسام بروز می‌دادن. بعضی‌ها که عرضه هیچ کاری رو نداشتن، به دلیل بی‌عرضگی احیانا اونها رو می‌ذاشتن دژبان بشن، نیست عرضه بچه‌های رزمنده و جنگنده و خط شکن رو نداشتن، اینا سعی می‌کردن مثلا، حالا تعبیر من تعبیر به اصطلاح یکمی دبیرستانیه، عقده های خودشون رو با همون زنجیری که دستشون بود میخواد دژبانی رو اداره بکنه، تو همونجا بالاخره عقده های خودش رو تخلیه میکرد. یه دفعه فرمانده لشکر میومد میخواد رد بشه بره تو، این میگه آقا کارت. همه میگفتن آقا ایشو فرمانده لشکر، بذار میگه آقا من فرمانده لشکر کارت میشناسم. گفتن کارت کارت نداره نمیشه وایس آقا. بالاخره ارضا میکرد اون حس ریاست خودش رو. یعنی آدم میتونه، من یادم اونجا یه بار صحبت کردیم، میگفتیم که صدام تکبر داره دیگه، میخواد تکبر خودش رو ارضا کنه با این فرصتی که پیدا کرده، سلطه به بشر پیدا کرده. بعضی ها سلطه به یه زنجیر پیدا میکنن، به اندازه صدام خودشون رو ارضا میکنن برای ارضاء تکبر خودشون، ظلم به دیگران میکنن. آقا خب دارن میگن دیگه، کسی بهت نگفته که همه داد زدن یه دونه ماشین فرمانده لشکر اینجوری بیشتر نداره، همه دارن داد میزنن، اینا رو که داری میبینی. حالا گیر داده نخه من کارت میخوام، باید همین الان من روح همه رو کم بکنم، نشون بدم که من زنجیر وقتی دستمه مگزم از اینجا نمیتونه عبور بکنه. خب ببینید، یه زنجیر گاهی ممکنه دست کسی بدن شروع بکنه به ظلم کردن. حالا اگه یه ولایتی رو دست کسی بدن امکان نداره ظلم بکنه. یه کشوری رو، یک کارخونه ای رو به دست کسی بدن. همین الان تظاهرات هایی که توی فرانسه هست، مردم علیه سرمایه‌دارا تظاهرات کردن، دولت هم طرفدار سرمایه‌دارها، که سرمایه‌دارا اینجوری با کارگرها برخورد بکنن که چون والا پولشون نمیدونم چه خواهد شد، ضرر اقتصادی دارن و اعتراض ها. در نظام تسخیری یکی از پدیده‌هایی که به سهولت رخ میده چیه؟ ظلمه. همه اونهایی هم که گفتیم نسبت به ظلم یه مقدار جنبه حاشیه‌ای دارن گاهی از اوقات، گاهی از اوقات. خب این نظام تسخیری که خدا در عالم برقرار کرده، این همه عوارض منفی داره. شما اگه باهاتون مشورت بشه که قبول دارید این نظام تسخیری با وجود این همه مشکلات در جهان بشریت موجود باشه، در جامعه بشری موجود باشه، یا بیایم بریم با خدا صحبت کنیم که اصلا نظام تسخیری رو از ریشه برداره، نظرتون چیه؟
اگر موافق هستید جلسه رو ما همینجا تعطیل میکنیم، میریم حرم امام رضا علیه السلام، به بست میشینیم، خودمون رو به پنجره فولاد میبندیم، میگیم ما حاجتی داریم، اونم این که نظام تسخیری رو خدا از این عالم بردار دیگه. ببین عوضش جلسه هم ادامه پیدا نمیکنه. موافقید آقا؟ روزای بعدم میتونیم بریم فوتبال، و تو فوتبال هم کسی اومد داوری بکنه، اولین توپی که به صورتش خواهیم زد به صورت او خواهیم زد. این ما نظام تسخیری رو قبول نداریم. کاپیتان توی تیممون نمیگذاریم، مربی که اصلا حرفشو نزن. ادامه میدیم. اگر موافقید، چون خیلی درد سر داره، من فهرست خیلی طولانی گفتم، این نظام تسخیری اینا خیلی، اینا رو جمع کردنش کار دشواریه. اصلا یه پیشنهاد دیگه هم هست، برای اینکه نظام تسخیری رو نمیپذیریم، خدا که حرف ما رو گوش نمیکنه، شما بست بشین برو پنج سرتو انقدر محکم بکوب به پنجره فولاد آقا امام رضا، بگو آقا من بالاخره میخوام این حاجت رو بگیرم. حرف غیر عاقلانه که کسی گوش نمیده. که یه پیشنهاد دیگه هم هست، بیاید برای اینکه نظام تسخیری رو نمیپذیریم هممون بریم مرحوم بشیم، کلن مرحوم بشیم. خودکشی های دست جمعی دیدید میریم، حالا ما خودکشی نمی کنیم، حالا مثلا هم دیگر رو بکشیم، اینا یه جور دیگه راه حل میشه پیدا کرد، مرحوم بشیم. بالاخره اعتراض به نظام تسخیری همینقدر لبخند آور هست که شما این لبخندهای زیبا رو بر لبان خودتون نشوندید، کسی نبود که عکس یادگاری از شما فقط بگیرتون این لحظات. اعتراض به نظام تسخیری اینقدر لبخند آوره. خب پس چاره اینه که بریم داخل این نظام و سعی کنیم تو این نظام هیچ عارضه ای پدید نیاد. میدونم شما ذهنتون الان میزنه به این که در نظام تسخیری که خدا در جامعه بشری ایجاد کرده، ما برای این که بتونیم درست زندگی کنیم نیاز به ولایت داریم. اما از این گمان زنی ها دست بردارید، بذارید با جزئیاتش به این موضوع برسیم. هرچون کلی نگیم و رد بشیم بریم. جامعه ولایی درست کردن کار دشواریه. اگه آسون بود 1400 سال پدید می اومد. اگه آسون بود با حضور نبی مکرم اسلام، با حضور امیرالمومنین به سهولت تشکیل می شد. به سهولت به نتیجه نرسید. سعی کنید با صعوبت به نتیجه برسید، تا با صعوبت تشکیل دادن جامعه دینی، جامعه ولایی رو بتونید به دوش بکشید، بتونید هنرمندانه از میان این صعوبت عبور کنید و مدبرانه جامعه ولایی رو در یک گستره جهانی، نه گستره فرهنگی خاص، انشاءالله ایجاد بکنید. خب حالا من از خداوند متعال سوال دارم. اون سوال اول که خدای نظام تسخیری رو از بین ببر و الا ما میرویم مرحوم میشویم رو نمیپرسم. خدای ما نظام تسخیری رو پذیرفتیم، ولی خدا شما مگه بندگان خودت رو خلق نکرده بودی برای اینکه بنده تو بشوند، الا لیعبدون، عبودیت برای تو بکنن؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدایا با این نظام تسخیری که در عالم درست کردی، ببخشید آ خدا من گزارش تلخ میدم خدمتتون، ولی خب یه مجبورم گزارش بدم، چون واقعیتی است که ما داریم میبینیم، هرچند خودت هم داریم میبینی بهتر از ما، اما ما حالا بذار حرف خودمون رو بزنیم، بچه رو جلو زبونش رو نمیگیرن که زبونش باز بشه. خدایا این بنده های تو همدیگر رو دارن به عبودیت میکشن، نوبت به بندگی تو نمیرسه. در این نظام تسخیری که خدا فراهم کردی در عالم، این آدم ها همدیگر رو دارن به بندگی میکشن، به بردگی میکشن. بندگی ها و بردگی های کهنه، بردگی های نوین، بالاخره همه جور بردگی وجود داره. کسی اجازه نمیده که کسی بیاد مقابل تو قرار بگیره بندگی بکنه. غرض شما اگر از خلقت بشر عبودیت بود، خدایا میخوام گزارش بدم، با کمال تأسف باید به عرض برسونم که بندگان تو همدیگر را سر راه رسیدن به تو ربودن، به تسخیر کشیدن و بنده خود قرار دادن. خدای شما الان اینجا چیکار میکنی؟
دقت کنید من یه آیه قرآن براتون بخونم. اولا خداوند متعال جواب میدن که فکر نکنید من خبر نداشتم که این نظام تسخیری که در عالم پدید آمده در اثر تفاوت‌ها، این دست من نبوده و بالاخره ما هم ناچار شدیم دیگه حالا انسان بسازیم، بعد انسان دیگه اینجوری شده دیگه چی کارش کنیم. بنده این موضوع رو به عنوان یک مشکل نگاه نمی کنم. البته کلمه بنده چون الان دارم از طرف خدا صحبت می کنم نباید بگم بنده، من خداوند متعال با نمایندگی داریم دیگه از طرف خدا صحبت می کنیم و اینا از طرف اولیاء خدا و گاهی هم از طرف شما صحبت می کنیم در مقام سخن اینجوری هست. من خداوند متعال که این نظام تسخیری رو فراهم کردم، عمدن فراهم کردم، این جزء برنامه خلقت من بوده. آیه قرآن رو نگاه کنید، اهم یقسمون رحمت ربک، آیا رحمت پروردگار رو آنان تقسیم میکنن که رب داره به آیه های قبلی که نمیخوام وارد بشم، بعد درباره عملکرد خودش خداوند متعال و جایگاه خدایی خودش و کارکرد مقام ربوبی خودش سخن میفرماید، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. بحثایی که تا حالا کردیم ببینید اینجا میفرماید ما تقسیم میکنیم بین آدمها معیشتشون رو، زندگیشون رو، مقدار بهره‌مندی از حیاتشون رو در حیات دنیا، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، و بعضی ها رو فوق بعضی ها با یه درجاتی تفاوت و تبعیض قائل میشیم. آخه نمیشه که آدم ها با هم دیگه مساوی بشن، یکی هنرمندتر یکی بی هنر و الی آخر. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه اینها همدیگر رو در همون نظام تسخیری به کار بگیرن، اینجوری تعامل بینشون پدید میاد، به هم محتاجن انسانها به خاطر امکانات متفاوتی که دارن، تا این نظام تسخیری بینشون شکل بگیره الی آخر. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، بعد میفرماید و رحمت پروردگار تو بهتر از آن چیزهایی است که جمع میکنن. البته این اشاره داره به یکی از عوارض نظام تسخیری، و یکی از عوارض نظام تسخیری که ما ازش صحبت نکردیم هرسه. میدونید دیگه وقتی نظام تسخیری شد آدم هرس و جوش میزنه برای اینکه بیشتر برای خودش جمع بکنه، پس فردا فقیر و گدا و مستمند کسی نباشه و خودش رو تو این زمینه ها توجیه خواهد کرد. این نظام تسخیری رو خداوند متعال میفرماید. ببینید خیلی روشن این آیه کریمه قرآن برای ما توضیح میده که این نظام تسخیری هست. خب خدایا چجوری پس این نظام تسخیری رو از این مشکلاتش عبور میکنی؟ خداوند متعال میفرماید، البته اینجا به زبان حال به زبان بنده میفرماید، خداوند متعال میفرماید که من یه استعدادهایی تو بشر قرار دادم که اجازه نمیده نظام تسخیری ظالمانه برشون حکم فرما بشه. خدا چه استعدادی قرار دادی؟ آدم ها خیلی زورشون میاد زیر بار هم دیگه برن. قبوله آقا یا من توضیح بدم؟ قبوله؟ چرا شاید نمیخواد توضیح بده؟ آدم ها خیلی زورشون میاد عبد هم دیگه بشن. آدم ها زورشون میاد نظام تسخیری رو در مقابل هم دیگه به سهولت بپذیرن. یکی از عوارضی که ما گفتیم اشاره به همین انسان زورش میاد بود. چی بود اون عارضه؟ مقاومت. مقاومت پدید میاد تا نظام تسخیری بخواد شکل بگیره، یک سلسله مقاومت هایی بین انسان ها پدید میاد. این مقاومت ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که من نمیخوام عبد کسی بشم، من میخوام عبد خدا باشم. حالا کسی شفاف نباشه براش عبد خدا میخواد بشه، ولی همه این موضوع براشون تقریبا شفاف هست، مگر اینکه تو محیط تربیتی بسیار بدی زندگی کنن براشون شفاف هست، نمیخوان زیر بار کسی برن مگر مجبور بشن. اگه مجبور نشن نمیخوان زیر بار هم دیگه برن. خداوند متعال میفرماید قصه نخور آیی که داری گزارش میدی، بندگان تو را بردن، دزدیدن، همه به عبودیت کشیدن. من یه خصلتی تو آدمها قرار دادم، اینا خوششون نمیاد عبد کسی بشن. چون خوششون نمیاد عبد کسی بشن، نقشه های
به بندگی کشندگان نقش براب خواهد شد. نقشه های به بردگی کشندگان نقش براب خواهد شد. من این استعداد رو تو انسان ها قرار دادم که انسان ها نخوان عبد همدیگه بشن. ولی من دوباره برمیگردم به خداوند متعال، عرضه میدارم خدایا آدم ها نمیخوان. بله من قبول دارم در آدم ها مقاومت هست و همین دلیل دعوا صورت میگیره. آدم ها نمیخوان عبد همدیگه بشن، اینو ما قبول داریم. ولی آدم ها هم که میخوان یکدیگر رو به بندگی بکشن ساده که وارد نمیشن که آ خدا ببین چه خبره، اینقدر با فریب، اینقدر با زور، اینقدر با شرایط، با فرصت طلبی در میان شرایط وارد میشن که حد و حساب نداره. آخر سر بشر تسلیم میشه، چاره ای نداره، بالاخره بشر تسلیم میشه، میگه بابا بیا ببر هر چی هست ببر، من به من یه لقمه بخور نمیر بده، فقط من بتونم یه نفسی بکشم. مردیم بابا، خسته شدیم از بس مقاومت کردیم، درگیر شدیم. خدا یا بعضی از اوقات انسانها رو با فریب به بندگی میکشونن، قرنها از زندگیش میگذره، اصلا قرنها زیاده، ده ها سال از زندگیش میگذره، اصلا متوجه نمیشه که بنده است، برده است، خودش نیست. خدایا با مکر وارد میشن انسان ها. اینجوری نیست که کسی بیاد جلو آقا عبد ما میشوی، حق میخوابونه تو گوشش، میگه تو بی جا که اصلا همچه حرفی به من زدی، قیافه من معنی به آدم های حالو درمونده ترسو میخوره این حرف به من زدی. کسی نمیاد اینجوری بگه که فریب میدن هم دیگر رو، مقدمه چینی میکنن. ببینید آقا، از کودکی به شما کارتون‌هایی برای شما کارتون‌هایی پخش می‌کنن که اگه بزرگ شدید یه سری حرف‌های بسیار غلطی که هیچ آدمی نمیتونه بپذیره راحت بدون فکر می‌پذیرید. اینجوری میان دیگران رو به تسخیر می‌کشونن. بعضی از نیازهای طبیعی آدم‌ها رو مطرح می‌کنن، اون نیاز رو عمده می‌کنن، آدم رو مشغول بعضی از نیازها می‌کنن و بعد او رو سرگرمش میکنن، راحت نظام تسخیری رو فراهم میکنن. خدایا اینجوری بندگان تو رو محاصره خواهند کرد. چی کار میکنی این وسط؟ خداوند متعال میفرماید غیر از خصلت مقاومت در مقابل تسخیر، تسخیر نابجا که در انسانها قرار دادم، غیر از خصلت عدالت جویی و ظلم ستیزی، استقلال طلبی، آزادی خواهی، حریت که در انسان ها قرار دادن، غیر از این خصلت ها یه کمک دیگه هم به بندگان خودم کردم. اون چیه؟ رهبران خوبی که خود تسخیر نهایی رو به دست میگیرن و مواظبت میکنن، مثل داور در زمین فوتبال مواظبت میکنن که کسی بر حقوق دیگری تعدی و تجاوز نکند و نظام تسخیری به زیبایی شکل بگیرد و پیش برود، این رهبران رو در بین انسان‌ها قرار دادم. اینم اقدام بعدی است که من انجام دادم. میدونید طبیعتاً منظور بنده از این همچی رهبرانی چیه؟ ولایت رو خدا برای همین قرار داده که مواظبت بکنن در جامعه بشری نظام تسخیری به زیبایی شکل بگیرد. من دو کار برای انسان‌ها انجام دادم: ظلم ستیزی، عدالت خواهی، عبودیت گریزی، عبودیت گریزی نسبت به همدیگه و بسیاری از این خصلت‌های انسانی، استقلال طلبی، حریت در انسان‌ها قرار دادم که نظام تسخیری توش ظلم قرار نگیره. این پیامبر درونی، پیامبر بیرونی هم فرستادم که در واقعیت عینی نتونن مردم رو فریب بدن، تحت فشار قرار بدن. اینها رهبران آزادی بخشی هستن که میتونن نظام تسخیری رو به شدت مراقبت بکنن که به زیبایی نتیجه بده. داستان به اصطلاح ولایت از کجا ناشی میشه؟ اجازه بدید من یکی دو تا توضیح دیگه اینجا عرض بکنم که اینها توضیح نیست، بحث امروز رو به پایان برسونیم تا همین توضیح بنده سرفصل‌های بحث‌های بعدی ما رو مشخص کنه. آیا لازمه کسانی که نظام تسخیری رو میخوان کنترل بکنن که آدم‌ها همدیگر رو
نابجا به تسخیر در نیاورند و تحقیر نکنند و تکبر پیدا نکنند و ظلم نکنند به یکدیگر و رقابت نابجا نداشته باشند و عداوت در بین آدم ها ایجاد نکنند. لازم است این انسان ها حتما از جانب خداوند متعال باشند؟ آیا ما نمیتونیم بین خودمون یک کسانی رو ایجاد بکنیم؟ آیا لازم است این انسان ها معصوم باشند؟ آیا لازم است از جانب خدا به آنان وحی برسد یا دارای علم لدنی باشند، از جانب خدا علومی داشته باشند که در علومشان هیچ نقص و کاستی نباشد؟ آیا حتما لازمه؟ ببخشید من از این سوال تفره رفتم، فکر کردم این سوال پاسخ نمیخواد. البته میتونیم ما در موردش یکی دو جلسه هم صحبت بکنیم، مثل اون سوالهای قبلی زیاد بداهت نداره. اتفاقا تو جهان امروز این سوال رو باید خیلی مطرح کرد و پاسخش رو داد. میترسم جلسه شما حوصله نکنه من این سوال رو مطرح بکنم و بخوام پاسخ بدم. آیا برای اینکه نظام تسخیری در عالم شکل بگیرد لازم است جریان ولایت، حالا از جانب خدا با خصوصیت علم و عصمت رو هم کاری ندارم، آیا نظام تسخیری در جامعه بشری بخواد جریان سالمی پیدا بکنه لازمه یه مدیریت مطلق بالا سرش باشه یا نه؟ این سوال رو ازش تفره رفتم. میخواید این سوال هم جواب بدیم؟ بله، جامعه امروز خیلی نیازمنده به این هست. این سوال رو هم ابی نداره، براش وقت میگذاریم. ولی برای اینکه شما تأمل بفرمایید درباره پاسخی که بنده عرض خواهم کرد، یکی از نتایج پاسخی که عرض خواهم کرد رو بگم، در شما مقاومت شکل بگیره، ببینیم چجوری بحثمون انشاءالله پیش خواهد رفت. بعضی وقتا یه جوری از جامعه دموکراتیک صحبت میکنن، از جامعه دموکراسی صحبت میکنن، حکومت مردم بر مردم میگن، یه جوری این رو بحث میکنن که انگار هیچ جریانی سلطه مطلق، ولایت مطلق بر آدمها نداره. جامعه غربی پوزی که میده و نمیدونم افاده‌ای که داره روی همین شعار هست، میگه تو این نظام تسخیری، برای اینکه این نظام تسخیری به خوبی اداره بشه، همه چیز رو در اختیار مردم قرار میدیم، مردم خودشون نظام تسخیری رو اداره بکنن، نه یک جریانی بیاد سلطه پیدا بکنه. بنده از شما دعوت میکنم تا جلسه بعد فکر کنید در این باره، آیا واقعا این امکان داره؟ فقط همین سوال خیلی ساده، امکان داره؟ شما الان تو شهر خودتون شورای شهر انتخاب میکنه، درسته؟ شورای شهر بر شهرداری میخواد نظارت بکنه به عنوان نماینده های شما، و بعد وقتی بر شهرداری نظارت کرد، شهرداری هم بر شهرداران مناطق، اونها به شما خدمات میرسونن، شما هم در جریان خدمات هستید دیگه، طرح‌های ملی هم که وجود نداره، هرچی هم هست تو شهر شماست. شمایی که رأی میدید و همین منبر، شاید انتخابات بعدی تو شورای شهر رأی بدید دیگه، من از شما سوال میکنم، شما میتونید بر شورای شهر نظارت بکنید؟ امکان نظارت دقیق وجود داره؟ بله؟ من نمیخوام، ببینید جو سیاسی جامعه ما آرامه ها، دعوای سیاسی نمیخوام راه بندازم، این بحث ها ژورنالیستی نیست، خوراک روزنامه‌ای نداره امروز تو جامعه ما، خیلی جو آرامی، همه بچه مذهبی و خوب و دیگه، اصلا مشکلی نداریم ما الان تو جامعه، این بحث ها ربطی به جامعه ما نداره. من اصلا شورای شهر شما هم نمیشناسم بندگان خدا رو، بخوای نگید ما داریم تعریض میزنیم، هر کی بیاد تو عرصه سیاست حرف بزنه انگار داره نیش میزنه، کنایه میزنه، نه نه طرفداری میکنه، اصلا بنده نمیشناسم، نمیدونم والله خدا شاهده بچهای خوبی هستن یا نه، حتما خوب هستن، از نظر خودم معلوم نیست که بچهای خوبی هستن، نه چون نمیشناسم. داریم با هم صحبت میکنیم، فکر کن تو کره مریخ هستیم، شورای شهر بخوان رانت خاری پشت پرده داشته باشن، شما میتونید متوجه بشید؟ شورای شهر بر شهرداری میتونه نظارت تام داشته باشه؟
بابا 5 نفرن، 10 نفرن، 15 نفرن، به یه شهردار زیر دستشونه، نظارت هر روزه میتونن بکنن. اگه میتونن نظارت داشته باشن چرا اینقدر میگردن آدم خوب انتخاب بکنن؟ میگن آدم مورد اطمینان باشه. اطمینان چی؟ یه کسی انتخاب کن نظارت میکنی. آیا امکان داره 5-6 نفر که طبقه بالای شهردار هستن، شهردار خودشون انتخاب کردن، آیا امکان داره دقیقا بتونن نظارت بکنن؟ طرح تعریض فلان خیابون مطرحه، ایشون شب میره خونه شون، پسرخاله‌ش اومده توی خونه بنگاهی داره، یه کلمه بهش میگه برو زمینای اونجا رو بخر، تمومه دیگه، درسته؟ این هم میره میخواه، کس دیگه که خبر نداره که امکانات مساوی پخش نیست از اطلاعاتی. بی تقوا باشه، بی انصاف باشه، انسانیت نداشته باشه، خیلی راحت به پسرخالش میگه فردا صبح میاد طرح فلانجا تصویب میشه، میرن کار میکنن. شما هر چی بالا پایین کنی پرونده این آقای شهردار رو سازمان سیا بیاد کنترل بکنه، آیا میتونه این رانتخاری رو بگیره؟ آیا تو هیچ دادگاهی قابل محاکمه است؟ اصلا تو دادگاه هم قابل محاکمه نیست. ولی این امکاناتی که دست یه نفر افتاد شد کنترلش بکنی؟ چرا الکی آدم شعار بده؟ میشه آدم ها بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشن؟ لذا تا به من میگن که جامعه مثلا رادیو اسرائیل خیلی پیگیری میکنه، نمیخوام نتیجه تند بگیرم و به سرعت سراغ نتیجه برم، میگه آقا باید تو این جامعه رأی‌گیری آزاد باشه، من بلافاصله میگم چی؟ میگم حالا رأی‌گیری آزاد باشه کی رئیسه؟ اونو بگو. کی پشت پرده کارا رو داره اداره میکنه؟ کی ولایت مطلقه داره؟ اونو بگو. از آدم خیلی راحت خندش میگیره. من این پاسخ رو میخوام بدم. آیا اینکه جامعه چند نفری بشر بخواد حاکمیت پیدا بکنه بر سرنوشت خودش امکان داره به صورت مطلق؟ من خواهش میکنم شما مطالعه بکنید اندیشه بعضی از جامعه شناسا امثال باتیمور و دیگران رو که میگن اصلا دموکراسی امکان نداره، مردم سر کار گذاشتن، دموکراسی اشرافیت مدرنه. و بسیاری از اندیشمندان دیگه، تمامی طرفداران دموکراسی شما میدونید معتقد هستن که دموکراسی آخرین راه حله، البته چون اونها راه حل دیگه‌ای به ذهنشون نرسیده، و الا هیچ کسی معتقد نیست دموکراسی یه همچین مشکلاتی نداره. اونتها بعضی ها ساده لوحی میکنن، میگن که حالا دیگه مشکلاتی داره. آخه مشکلاتی داره یه قرون دوزار نیست. بنده دارم عرض میکنم شورای یه شهر، نه مردم شهر بر شورای شهر، شورای شهر بر یک نفر میخوان تسلط پیدا کنن به نام شهردار، امکان داره؟ امکان نداره. البته بذارید من همینجا اون سوالی رو که گفتم باید جواب بدم دیگه، همین الان دارم کم کم کامل جوابشو میدم، جوابشو بدم بحث رو جلوتر نبریم. انسان‌ها در این نظام تسخیری آیا خودشون میتونن نظم نظام تسخیری رو کنترل بکنن یا نه؟ سوال بنده اینه، آیا انسان‌ها براشون امکان داره یا نه؟ در سازوکار دموکراسی که جدیدترین نوع هست برای کنترل نظام تسخیری، بنده اگر صحبت بکنم چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، نظام‌های دیکتاتوری رو که ما اصلا قبول نداریم، هیچی در نظام دموکراسی یا در یک جامعه‌ای که دموکراتیک میخواد اداره بشه با رأی مردم، مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن، ببینیم این واقعیت اصلا اتفاق میفته؟ اگه اتفاق بیفته ما شرعی بودن و نبودنش رو دیگه کاری نداریم. مثلا عمق فاجعه رو دقت کنید، راه حلی که ارائه میدن میدونید چیه؟ میگن قدرت هایی که برای تصاحب قدرت به میدان میان، اینها در جریان رقابت همدیگر رو لو میدن، همدیگر رو کنترل میکنن، بر همدیگه نظارت میکنن تا تعدی به مردم صورت نگیره. من به شما عرض بکنم، مثلا میگن که در این مثال ما میگن مردم یه شهر بر شورای شهر نمیتونن نظارت کنن، اما ما اینجا دو سه تا حزب درست میکنیم، این احزاب هم
که میتونن تو احزاب آدمای سیاسی هستن کنترل میکنن، اینا آخری راه حلاسا کنترل میکنن تا میبینن شورای شهر پاشو کج گذاشت، یا احزاب تو شورا هستن تا دیدن شهردار پاشو کج گذاشت میان تو روزنامه ها چیکار میکنن؟ افشاگری میکنن. اینجوری کنترل صورت میگیره. اولا شما میدونید در این صورت هم باز هم کنترل دقیق و نهایی نیست، کاملا عاقلانه است دیگه. شما نگاه بکنید، اتفاقا اندیشمندان توی این زمینه بحث‌های جالبی دارن، میگن ممکنه یه زمانی که جامعه صورت‌های بسیار ابتدایی داشت مثلا کنترل میشد با اینجور رقابت‌های احزاب و قدرت‌ها صورت بگیره، ولی تو این جامعه به شدت پیچیده امروزی کنترل واقعا دشواره. من به شما یه نکته جالبی رو عرض بکنم، قراردادهای شرکت ملی نفت همه به زبان انگلیسی با یه اصطلاحات خاصیه که بسیاری از نمایندگان مجلس در بسیاری از ادوار اصلا بلد نیستن اون قراردادا رو بخونن که بفهمن این قرارداد درست یا نه. کار وقتی تخصصی میشه چیکار می‌خوای بکنی؟ یه متخصص امور رایانه‌ای اومده بود به بنده میگفتش که بابا فلان دستگاه رو ما ساختیم، منتها ما مارک استاندارد بین المللی و نمیدونم چی و چی نداریم، این دستگاه هم حساسه، اینا هی میرن از خارج از کشور میخرن، من کجا برم بگم که این دستگاهی که ما ساختیم بهتر از نمونه خارجیه؟ گفتم خب برو به وزرا بگو. گفت خب وزرا کارشناس ندارم، من باسوادتر از کارشناسای اونا. کارشناسش میگه که من نمیفهمم اینو. خودش این جوان یه جوان المپیادی بود، یه جوان بسیار باهوشی که خب دیگران نمیتونستن قضاوت کنن که آقا این درست میگه نه. گفتم خب چیکار میشه؟ گفت بگو حاج آقا من ازبالایی هستم، به من اطمینان کنم، من دروغ نمیگم، کار کشیده بود به قسم آگه. حالا شما مثال برعکسشو ببینید، اونجا یه دونه کارشناس باشه تو وزارت خونه که کس دیگه سوادشو نداشته باشه، نماینده های مجلس میخوان بر دولت نظارت بکنن، حالا سوادشو ندارن چیکار بکنن؟ چجوری نظارت کنن؟ آقا یه طرح اقتصادی هست، اقتصاددانا نمیدونن، متوجه نیستن این طرح اقتصادی؟ نه اینکه اقتصاددانا متوجه نیستن، مثلا عرض میکنم تو علم اقتصاد پیش بینی نشده، هنوز علوم تو دانشگاه های ما اونقدر پیشرفته نشده باشه که بفهمن این طرح خیلی خطرناکه. اون راحت میتونه طرحشو اعمال کنه، شما بگید من نظارت میکنم، نظارت کن، اینقدر نظارت کن تا جونت در بیاد. چی میتونی در بیادی؟ اینکه احزاب با هم دیگه رقابت میکنن، در جریان رقابت نظارت میکنن بر کنترل اداره نظام تسخیری، بعضی از اندیشمندان غربی میگن ممکنه یه زمانی، ممکن بوده یه زمانی جواب بده، اما الان اینقدر پیچیده از اوضاع که واقعا جواب نمیده. نکته دوم این استش که خب اومدیم و احزاب با هم دیگه قاب بندی کردن، یه موضوعی رو لو ندادن. مثلا شهردار اومد یه زمینی رو یه جایی فروخ به پسرخالش، علنی فروخ دا، احزاب اومدن مچ بگیرن از دست این شهرداری رو در بیارن، شهردار خودشون رو بگذارن که پسرخاله خودشون زمیندار بشه یا عدالت حتی برقرار بشه، یه دفعه این شهردار بیاد بگه نصف زمینم مال شما، صداش در نیارید. اگه با هم دیگه احزاب قاب بندی کردن تو روزنامه ها افشا نکردن که داد دل مردم به اصطلاح بازپس خواهد گرفت. میگن روزنامه ها عامل این هستن که بیان چیکار کنن، روزنامه ها عامل این هستن که بیان کنترل بکنن، یه کنترل مردمی هستن. برای چی؟ بفرمایید. برای کنترل اونهایی که با رأی مردم انتخاب شدن، درست آقا؟ الان این یه آخرین حرف دیگه، این حرف جلوتر که ما نداریم که رسانه ها کنترل میکنن. آقای دکتر شریعتی ایشون سالها قبل، این بحث ها فکر نکنید بحث های جدیدیه ها، ما الان چند سال از فوت آقای دکتر شریعتی چند سال میگذره؟ 28 ساله، 29 ساله شاید میگذره از فوت آقای دکتر شریعتی. اون زمان هم اصلا جمهوری اسلامی نبود، جمهوری نبود تو کشور ما که این بحث ها اینقدر قوت پیدا کرده باشه. ایشون تو نگاه کنید تو اندیشه های سیاسی، کتابی که ازشون چاپ شده، من تو اون کتاب خوندم که متن آقای دکتر شریعتی که میگه که اگر در یه جامعه مردم، ایشون میفرماد دموکراسی متعهد،
نه دموکراسی آزاد. دموکراسی آزاد هم ایشون قبول نداشت. در دموکراسی متعهد اگر در یه جامعه این مردم کسی رو انتخاب کردن با رأی خودشون، ولی مردم حق ندارن او رو عزل بکنن با رأی خودشون، حرف ظاهرا بی‌منطقیه ها. ما یه کسی رو انتخاب کردیم، حق نداریم عزلش بکنیم. از آقای دکتر شریعتی بپرسید که چرا میگی حق نداری عزل بکنی؟ جواب خیلی روشنی میده ایشون. میفرماید چون رسانه ها، مطبوعات در جامعه آزاد افکار عمومی رو اداره میکنن. امکان فریب دادن افکار عمومی توسط مطبوعات و رسانه ها خیلی زیاده. نمیشه اطمینان کرد مردم گفتن از این کسی بدمون میاد واقعا حرف مردم باشه. این حرف مال کیه؟ حالا من ایشون بلافاصله سال قبل از فوتشون هم که این نگفتن، چیزی حداقل حدود 30 سال قبل باید در نظر بگیریم که اصلا دموکراسی تو جامعه ما پیش بینی نشده. البته ایشون رشتهشون جامعه شناسی بوده بر اساس تجربه خودشون. این حرف خیلی روشنه که دموکراسی به این معنا که مردم نظارت بکنن و نظام تسخیری به زیبایی اداره بشه امکان نداره. و اگر شما بگید سیستم احزاب کنترل میکنه یا سیستم رسانه ها و مطبوعات آزاد کنترل میکنه، اتفاقا من حالا روزهای بعد در این باره باز توضیح خواهم داد که خود احزاب و مطبوعات بیشتر امروزه در جهت خراب کردن نظام تسخیری به کار میان. طبیعت رسانه امروزه اون چیزی که داره ازش استفاده میشه بیشتر فریبنده است، بیشتر تأمین کننده منافع رانتخاران پشت پرده است. این چیزی که تو جهان آدم میبینه اینه. لذا رسانه ها اکثرا مال سرمایه داراست. جالبه، رسانه ها مال سرمایه دارا، احزاب مال سرمایه دارا. هی سنگ مردم به سینه کوبیده میشه، آقا یه دفعه بگو سلطنت مطلق سرمایه دارا دیگه، بحث تموم کن برو جلو. سوال بنده چی بود؟ سوال بنده این بود که آیا مردم می توانند به خودی خود جریان نظام تسخیری را در حیات اجتماعی خود اداره کنند؟ یا یک نظارت مطلق یا یک نوع میگم تا ببینیم نوع و مشخصات این نوع رو دریابیم، یا یک نوع کنترل و قدرت مطلقی که بتواند کنترل انجام بدهد بر مجموعه جریان نظارت مردمی بر نظام تسخیری مورد نیاز است. اصلا به دین و احکام اسلامی هم کاری نداریم. ما بنا شد رابطه بین ولایت و انسان رو در نظر بگیریم. الان هم از این بحث بیرون نیومدیم. حالا که دارم مثالهای اجتماعی میزنم، یادتون باشه تو این مثالهای اجتماعی یا جامعه انسانی رو در نظر گرفتیم، ارتباط ولایت با جامعه بشری یا ارتباط ولایت با یک انسان. بالاخره بحثمون از اون مداری که تعیین کرده بودیم خارج نشده. اون محدودهی که برای بحثمون تعیین کرده بودیم بود که ما فعلا به رابطه خدا با ولی کاری نداریم، به رابطه ولی و انسان کار داریم. حالا یا یک انسان یا جامعه بشری. اونجایی که میدیم تو مثالهای جامعه بشری که مثالهای اجتماعی تر به میان میاد. این نظام تسخیری رو جمع‌بندی بکنم، این نظام تسخیری رو نمیشه حذف کرد، این نظام تسخیری رو باید عوارضش رو کاهش داد. راستی اینم صحبت نکردیم دیگه، اینم نمیخواد صحبت بکنیم. آیا میشه این عوارض نظام تسخیری رو که با هم صحبت کردیم بی بند و بارانه یله و رها گذاشت و عوارض سوءش رو تحمل کرد در زندگی؟ آیا بشر به سعادت میرسه با این عوارض سوء؟ یه دونش ظلمه، قطعا نمیشه. باید این نظام تسخیری رو پذیرفت و این نظام تسخیری رو چجوری پیش برد، درست اداره کرد. برای اداره دو تا سوال مطرح کردیم، یه سوال روی مقدارش رو جواب دادیم. برای اداره نظام تسخیری نقش خدا و ولی خدا با آن ویژگی ها چیست، چقدر ضرورت دارد؟ درست شد سوال؟ سوال بعدی که یه مقدار جوابش رو دادیم چی بود؟ برای اداره این نظام تسخیری
آیا نظارت انسانها به خودی خود به تنهایی کفایت می کند یا نه؟ خواهش می کنم توی همین دوتا موضوع یه تأملی بفرمایید تا در جلسه بعد این بحث رو انشاءالله ادامه بدیم. سوالهای زیادی هم رسیده، من یه مقداری این سوالها رو بخونم ببینم احوال پرسی کنم با سوالها. شما هم یه صلواتی خط بفرمایید. چگونه میتوان فهمید که ما یا افراد دیگر ولایت را پذیرفتیم؟ هنوز که ما به ولایت نرسیدیم، این سوالم زود بود. رایج‌ترین نوع ولایت در جامعه ها از چه نوعی است؟ ولایت پذیری، ولایت گریزی یا ولایت ستیزی؟ چشم، اینم ما بحث خواهیم کرد. رایج‌ترین نوع ولایت گریزی است، اونم در ارتباط با ولایت های دینی. ولایت های غیر دینی اینجوری نیست. بازم به این موضوع خواهیم رسید. آیه و سوره‌ای که در مورد تسخیر فرمودید را بیان کنید. آیه 32 سوره زخرف، این سوال جواب دادیم. ولایت، دلیل ولایت گریزی اهل تسنن و تعصب آنان نسبت به ازدلی راه از بین بردن تعصبشون. ببینید، ما الان نمیخوایم به بحث اهل سنت وارد بشیم، چون اهل سنت الان بحث شرایط قومی و فرهنگی و مذهبی دیگری دارن. یه وقتی هست که کسی نمیاد این بحثا رو که بررسی کنه بعد بره سنی بشه یا شیعه بشه، که چشمشو باز کرده توی محیط اهل سنت قرار گرفته، بحثا یه موانع خاصی دارن. بذارید ما الان بهشون نپردازیم. من خواهش میکنم بعضی از کتابهایی که در این باره هست مطالعه بفرمایید. اون کتاب ها میتونن خیلی راهنمایی کنن. ما از برادران و خواهران اهل سنتمون هم در برخورد های خصوصی اگر برای آگاهی دادن بود میتونیم بخوایم که اون کتاب ها رو ملاحظه کنن. آقا اگر اهل سنت اشتباه میکنن بیاد بریم به اونا بگیم که اشتباه میکنن. نه خب، ما الان از نظر سیاسی یه وضعی تو عالم پدید اومده که نمیشه گفتگوی علمی را انداخت، ولی کاری نداشت. علمای حوزه میرفتن چند تا میز مناظره مینداختن توی مناطق اهل سنت، یالا مردم بیاد شیعه بشید. اینقدر فشارهای جهانی میاد اذیت میکنه. شما فکر کنید تو جهان الان منطق حاکمه؟ جهانی که از پلورالیزم دفاع میکنه و میاد تئوریزه میکنه بی منطقی رو و گفتگوی ادیان رو قطع میکنه. پلورالیسم ظاهرش اینه که چند دین رو میپذیره، ولی باطنش اینه که گفتگوی بین ادیان رو قطع میکنه. میگه تو حق نداری خودتو حق بدونی، بخوای حقتو به دیگران اثبات بکنی، بعد بری با منطق کسی رو جذب بکنی، میگه آقا فریب دادی، آقا دخالت کردی، آقا حقوق اقلیتو. اصلا دیگه جهان مزخرفی ما داریم که امکان گفتگو رو تو خودش از بین برده. حالا تو این جهان نمیشه زیاد دنبال این بود که حتما ما تمام مطالب منطقی که وجود داره بگیم، بعد احیانا ببینیم چه عوارضی داره، عوارضش رو بیاریم. فعلا میگیم دعوای اجتماعی رانندازیم در بین مذاهب و همین دلیل سکوت هست و اجازه بدید همینجوری بگذره. تفاوت انسانها در آن دنیا چیست؟ مثلا ادیسون که برق را اختراع کرد جایگاه آن کجاست؟ من انشالله برم اون دنیا برگردم به شما عرض میکنم. البته تفاوت انسانها در اون دنیا فقط بر اساس ارزشه. بذارید من یه مثال به شما بزنم. یکی از علما یکی از طلبه ها رو خواب دیده بود که ایشون اونجا مثل مراجع تقلید کرسی درس گذاشته، بعد خیلی از علمایی که از دنیا رفتن پای درسشن. اومد بهش گفتش که تو خواب، میگه من تو خواب بعد از درس بهش گفتم که ببین عجب به اصطلاح بساط اینجا پهن کردی، خیلی کارت گرفته. گفت آره، من تو دنیا هرچی تلاش کردم کار علمی کردم، خدا تو دنیا موقعیت بهم نداد. روزیم نبود تو دنیا من موقعیت علمی پیدا کنم، ولی منم دست از تلاش بر نداشتم. خدا تو این دنیا تلافی کرد، حالا هر عالم بزرگواریم از دنیا میره باید اینجا بیاد من یه مقدار بهش آموزش بدم، بعد بتونه حیات برزخی خودش رو در نعمت الهی ادامه بده. اون دنیا آدم ها نقش دارن و نقش هاشون بر اساس ارزش هاشون مشخص میشه. یه نفر میگه اینجا مأمور شهرداریه،
با دقت کار میکنه، اونجا شد شهردار کل بهشت. و حالا مثال عرض میکنم، من که نرفتم اونجا، حالا برم بیشتر میام براتون توضیح میدم که کامل تر باشه. ولی اون دنیا نقش ها متفاوته بر اساس ارزش ها. چگونه میتوانیم تواضع کنیم، اخلاص داشته باشیم در حالی که با تواضع تکبر نباشد؟ اینا برای این سوال باید به کلاس دیگه ای مراجعه کنید. ما اینجا سوال اخلاقی جواب نمیدیم. سوال چگونه میتوان حسادت نداشت، اینم باید برید کلاس اخلاق، این کلاس ولایت. اینجا چرا اولیاء خدا که ولایت را به عهده داشتن زندگیشان از بدو تولد با ما فرق داشته؟ اینو نرسیدیم، بعدا میرسیم. ما باید ولایت، شما فرمودید که ما باید ولایت پذیر باشیم. من یه همچیزی گفتم؟ من گفتم؟ اکثریت گفتن نه، ما هم رأی اکثریت رو میپذیریم. من نگفتم ولایت پذیر، گفتم چی؟ مدیریت پذیر باشیم، نظام تسخیری رو بپذیریم. فعلا کارمون به ولایت نرسیده، هنوز ما ثابت نکردیم که برای این نظام تسخیری نیاز به ولایت هست. درسته؟ اون سوالمون باقی مونده دیگه. خب لذا سوال میذاریم بر ما. میبینیم در عالم خارج، یعنی منظورشون در کشورهای خارجی، عالم خارج که میشه قیامت، اگه شما میتونید ببینید برای ما هم تعریف کنید. عده زیادی از این رئیس ها در واقع رئیس نیستن و شایستگی این هم رو ندارن، پس چگونه ما از یک فرد ناشایست باید تبعیت کنیم؟ آها، در عالم خارج از کلاس منظورشون بوده، نه کشورهای خارجی. ببینید این سوال نمونه ای که از همون مقاومت هاست. گفتم در نظام تسخیری مقاومت شکل میگیره. مقاومت دیدید؟ ما نمیخوایم مثلا اینجوری. رابطه رئیس و مرعوسی امری نسبی است، چگونه میتوان این دو را با هم هماهنگ کرد؟ سوال جالبیه. چگونه میتوان استعداد انسان توانایی را، خیلی جالب نوشته، بله چه میکنه به قول معروف، چگونه میتوان استعداد انسان تو پرانتز توانایی را با بی توانستن انسان برابری ایجاد کرد؟ در صورتی که انسان با توانستن استعداد را میتواند جبران کند. شما از ریاست به عنوان یک میل نام بردید، پس چگونه باید ارضا شود؟ این سوال های خوبیه، ولی بعدا بهش میرسیم انشاءالله. یکمی هم متوجه نشدیم. هول نشید وقتی سوال می نویسید، هول نشید، فکر کنید من یه آدم معمولی هستم. زیاد هول نشید. ما با این مسئله که ولایت، البته بنده کمتر از آدم معمولی هستم، با این مسئله که ولایت لازمه رسیدن به سعادت هست موافق هستیم. پس شما جلسه بعد رو شرکت نکنید، چون ما جلسه بعد میخواییم تازه این رو اثبات کنیم. تمام مسائل و دستورات مقام ولایت را بپذیریم، سعی میکنیم بپذیریم، اما گاهی اوقات با کارهایی که با به مزاج ما سازگار نباشد مخالفت میکنیم، به صحبتهای ولی گوش نمیدهیم. چه کنیم در مقام ولایت؟ ولایت حق محو شویم و اطاعت بیچون و چرا از او داشته باشیم. یکی از راهاش این هستش که رازهای ولایت رو متوجه بشیم. من دوست ندارم یه جوانی بی دلیل بگه ما ولایت رو پذیرفتیم. خب چی پذیرفتیم؟ الکی نپذیر. والا ما خودمون اوایل طلبگی بعضی وقتا کتک می‌خوردیم. میگفتن قال صادق علیه السلام، میگفتیم خب بله چشم، قال صادق علیه السلام، احترام ما صادق علیه السلام رو تخم چشم، ولی ما این یکی نفهمیدیم. میشه بپرسیم یا تعبدی بگیم چشم؟ میگفت نه استادمون می‌خندید، میگفت نه بپرس، تعبدی نیست، توضیح میدم برات. بعدش هم راضی نمی‌شدیم، یعنی هر چی میگفتن. والا شما هم که طلبه نیستید، لاجرم باید بیشتر سوال کنید. اگه من رفتم بالا منبر داد زدم گفتم که این است علی ابن ابی طالب، نباید جا بخوری به ترسی، بگی آقا داد نزن، دلیل بیار. حالا درسته ما از نظر معنوی دوست داریم علی ابن ابی طالب و از نظر معنوی تعبدیات رو میپذیریم، ولی خیلی چیزا فهمیدن لازم داره. این که ولایت رو آدم بفهمه خیلی کمک میکنه برای اینکه آدم همه حرفاشو بپذیره. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون میفرمودن که بعضی ها از من تبعیت میکنن اما من رو کاملا
نمیفهمن، نمیفهمن چرا منو دارن تبعیت میکنن، اینا به درد من نمیخورن. یکی از راه های راحت تبعیت کردن از ولایت چیه؟ فهمیدنی که همین فهم رو بخش شما داریم اینجا انجام میدیم. پس این سوال رو ما جواب بدیم. راه های دیگری هم داره که بماند. بحث جالبی را شروع کردید و خیلی خشک است. لطفا کمی بحث را شیرین تر با مثال های جالب بیان کنید و از سنگینی بحث خارج شوید. آخه ما میترسیم مردم بخندن گریه بکنن دیگران فکر کنن ما بحث علمی نمی کنیم. بحث علمی پوزیشن خاصی داره دیگه، باید حتما آدم افه بیاد و اینا. حالا چشم، سعی می کنیم که بحث رو شیرین تر مطرح بکنیم. یه مقدارم این دوربین ها کارو خراب میکنن. اگر اجازه میدادن که انسان ها دین خود رو شخصا انتخاب کنند، آیا ولایت پذیری راحت تر نبود؟ نه. سوال خوبیه، بعدن هم جوابشو بیشتر خواهیم رسید. الان اجمالا یه اشانتیون داشته باشید که نه، هر موقع دین بپذیری، هر موقع دین رو بپذیری بعد بری ولایت، ولایت مشکلات خاص خودشو داره. آیا روز قیامت هم ولی و سرپرست داریم در بهشت و جهنم؟ بله داریم، منتها نه به صورت دنیاییش. اونجا دیگه ولی و سرپرست برای عشق و حال کردنه، برای تکلیف و تکلف و خیلی از این چیز و چیزا نیست. در بحثی که فرمودید برای جلوگیری از عوارض نظام تسخیری رسول ظاهری و باطنی به کمک بشر می آیند، اگر چنانچه رسول باطنی قوی باشد جایگاه رسول ظاهری کجاست؟ این بحث فردامونه. تمام حرفای شما درست، اما به عنوان دانش آموز در یک کشور پر هرج و مرج با تمام مشکلات که نظام تسخیری در آن حکم فرماست، ما چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ در صورتی که اگر این کارهای مثل حسادت زیرآبزنی را نکنی دیوانه هستی. وظیفه ما چیست؟ اگر این کارا نکنی دیوانه هستی. خب دیوانه شو، دیوانه شو. بله دیگه دیوانه شو. این که سوال خوبی بود، جوابش هم دادیم، دیوانه بشو. البته ما در مورد کشور خودمون که چقدر توش هرج و مرج هست و کشورهای خارجی چقدر توش هرج و مرج هست، بعداً با همدیگه یه روز مفصل کشتی کج خواهیم گرفت. با این جمله چقدر موافقی؟ تنها علی و شیعیان او رستگارن. بله خب خیلی موافقم. منتها اگر منظورتون چیه؟ اگر منظورتون اینه که دیگرانی که شیعیان علی نیستن رستگار نیستن، پس خیلی هستن تو جهان شیعیان علی نیستن، اونایی که نادان هستن خدا عفوشون میکنه. رستگاران شیعیان علی هستن، اونایی که نادان هستن خدا عفوشون میکنه، و بقیه هم که دانا هستن و مغرض و مریض هستن که خب البته در داغ خواهند شد. چرا میگوین اگر ولایت؟ خب من سوال ها زیاد شد، بقیه سوال ها رو میبرم میخونم. یه دونه سوال الان دارم میبینم که دو تا سوال وحشت انگیزناک هست که اینو بخونم. لطفا به جای به سخره گرفتن سوالات به آنها پاسخ کامل دهید. بنده سوالاتی که ربطی به بحثمون نداشته یا جواب اجمالی دادم یا جواب اصلا ندادم، به سخره نگرفتم. بکنیم میخواییم جلسه اون شیرینی که فرمودن با تفریح بیشتری. میتونم اینجوری بگم، این سوال به مجلس ما ارتباطی ندارد. بگذارم اینجوری، میتونیم اینجوری هم صحبت بکنیم. ما حس دانش آموزیمون رو زیاد از دست ندادیم. تلقی به مسخره کردن اگر میشه، من با به نخره جست علمایی صحبت کنم. یک ثانیاً سوال، بخشی از سوال ها رو هم که مال جلسات بعد بود همه رو گذاشتم اینجا که جلسات بعد بهش برسیم. درسته؟ تقریبا سوال دقیقی نسبت به بحث که بخوام جایی از بحث رو باز کنم و توضیح بدم ندیدم. درسته؟ پس هر سوالی رو من جواب پاسخ ندادم علتش این بوده. این سوال پاسخش رو کامل دادم؟ بله. ما که همه اش را قبول داریم برای چی شرکت کنیم؟ برای اینکه کامل بفهمیم. علامت سوال نذاشتن. شاید یعنی که کامل بفهمیم، یعنی خودشون جواب دادن دیگه، من نیازی نیست جواب بدم. فکر کنم داشتم با خودشون با صدای بلند فکر میکردم و نوشتن. البته این بازم به تمسخر نیست، کار خوبی آدم گاهی افکارش رو روی کاغذ بیاره، ولی در این حال پاسخ خودش رو هم داشته باشه.
ما برای چی لازمه این مطالب رو بفهمیم، اگه قبول داریم؟ رفقا، خداوند متعال از ما قبول نمی کند وقتی بدون آگاهی کامل به تبعیت از دین و اولیاء خدا اقدام کنیم. یک. دو، به قدر کافی وجود خودمون گرم از دینداری نخواهد شد. یه وقتی از تو خودت پزشکی یه دارویی رو مصرف میکنی، میفهمی این دارو چیکار میکنی، یه وقت پزشک گرفتی نمیدونه چیه مصرف میکنی، اون موقع برات زیاد دلچسب نیست. دینداری، ولایت پذیری باید با نهایت دلچسبی باشه و دلچسبی هم با معرفته. این سوال دارم کامل جواب میدم. خدا بهش نمیچسبه دینداری جاهلانه، عامیانه و سطحی نگرانه. به خود ما هم نمیچسبه دینداری عامیانه و سطحی نگرانه. سوم، به مردم هم نمیچسبه دینداری عامیانه و سطحی نگرانه. شما باید در مقابل دیگرانی که دین گریزند یا دین ستیزن، ولایت گریزن یا ولایت ستیز هستن، خیلی جوابهای قاطع و روشن و کاملی داشته باشید. حالی که من میرم متاسفانه بچه مذهبی ها خیلی هاشون ندارن اصلا این جوابها رو، دقیق موضوع ولایت رو درک نکرده. چیه قصهش؟ حساسیت موضوع رو درک نکرده. احترام میذاره به امیرالمومنین، احترام میذاره به ولایت فقیه. یا آدم خوبیه، خوبه دیگه، اینم باشه دیگه. میدونید قاتلان ابا عبدالله الحسین کیا بودن؟ اونایی که میگفتن امام حسین خوبه دیگه، امیرالمومنین خوبه، چه آدم خوبیه، اتفاقا خیلی آدم خوبیه. خدا تبدیلشون کرد به قاتل امام حسین. نامت به علی من میگه آدم خوبیه؟ فقط همین؟ جرم کسی که بدون ولایت خوبه اما ضرورتش رو نفهمه انقدر بالاست که میشه قاتل ابا عبدالله حسین. دیگه اون روی ما رو در بالا نیارید که ما بشینیم روزه هم بخونیم اینجا. اون روی ما، یعنی اون روی ما روزه خونیه دیگه، این کلاس داری، این روی ماست، اون روی ما روزه خونیه. ما براتون یه روزه میخونم. ابا عبدالله حسین رو اکثر کسانی که محاصره کردن شیعیان علی ابن ابی طالب بودن. میدونستید؟ دوستداران علی ابن ابی طالب بودن، خوارج نبودن. قریب به اتفاقشون پای رکاب امیرالمومنین، غیر از جووناشون، پای رکاب امیرالمومنین جنگیده بودن با معاویه. من اینا رو یک همیشو گاهی تو مهدی تهران یه ذرهشو میگم، تلویزیون پخش میکنه، آقا هجوم تلفن‌ها و تماس‌ها، آقا اینا چیه داری میگی؟ میگم والله خب من دروغ بگم چیکار کنم؟ اگر خدا میخواست امام حسین رو میداد رومیان بکشن، مسیحیان بکشن، یزیدیان بکشن. خب اینجوری که نشده که. آقا نگو اینو، ناجور میشه. اه مردم آخه برای چی گریه کنن؟ آقا میخواد عبرت بگیرن. شما از چی کربلا میخواد عبرت بگیری؟ بشینی گریه کنی بگی خاک بر سر یزید عرق خور، ما که الحمدلله عرق نمیخوریم. همین بفرما، چقدر آسته بیا آسته برو، همچنین خیلی راحت، بی دغدغه، بی درد سر. این خیانت به کربلاست. شما فقط یاد اینو یادتون باشه. من در توضیح این فرمایش دوستمون که سوالم نبود، فرمایش درستی، برای اینکه کامل تر بفهمیم، در جهت دفاع و توضیح از این فرمایش و کلمات قصاره که از دوستان دارم عرض میکنم چی؟ کامل نفهمیدم. امام زمان میدونی چرا الان نمیاد؟ چون ما کامل که نمیفهمیم که. از تو امتحانا ضعیف بیرون اومدیم، از چه خواهیم کرد؟ آقا میفهمم من مزاحمشون نمیشم. اینا حالا کامل که نمیدونن. فکر میکنم منو خیلی دوست دارن. فکر میکنم اگه من بیام میگن چشم. ولی من که میدونم نمیگن چشم. پس نمیرم. اذیتم نمیکنه امام زمان بیاد هی دقیقه یه دفعه اینو بهت بگه. من باید بیام تو رو اذیت کنم. امام حسین رو داشتی؟ خودت هم خواهش میکنم داشته باش. ما تعدادمون اینجا 313 نفر بیشتره. ما اگه در ولایت پذیری کامل بودیم، آقا به خاطر خود ما اومده بود. حداقل معلوم شد که ما وضعمون خرابه دیگه. بنده که وضعم خراب هست. بخشی از این خرابی وضع برمیگرده به علممون. بخشی از این خرابی ما برمیگرده به جهلمون. بخش های دیگه به صفای باطنمون برمیگرده.
من میدونید دارم روزگار شما رو سیاه میکنم، میدونید دارم چیکار میکنم، دارم آگاهی شما رو میبرم بالا. خدا امتحانهای سخت تر از شما بگیره. اگه میخوای کلاس نیای بدون برای چی نباید بیای. یا آقا میریم چیز میفهمیم، مسئولیتمون زیادتر میشه. خدا از شما امتحانهای سخت‌تر نمیگیره، چون بنده خودم عرض میکنم، چون من آدم جاهلی هستم، زیاد که نمیفهمم. اگه زیادتر بفهمم خدا امتحانهای سخت‌تر میگیره. میخواید امتحانهای سخت‌تر بگیره و آقا رو بیاره یا نه؟ اگه میخوای مردش هستی، اولین قدمش اینه که آگاهی تو باید تعمیق بکنی و باید آگاهی که عمیق شد با دو تا کلمه، با سه تا کلمه، با چهار تا کلمه جمع و جورش بکنی به یه نفر که 2000 از دین خبر نداره ولایت براش جا بندازی. از دین خبر نداره ولایت براش جا بندازی. جالبه من به شما بگم، بحث هایی در مورد ولایت هست. اول یه تاییدیه از شما بگیرم، ببخشید وقت طولانی شد. شما قبول دارید یکی از سخت‌ترین بحث‌هایی که تو دین میتونیم برای بچه مذهبی یا جا بندازیم بحث ولایت و ولایت مطلقه؟ قبول دارید یا ندارید؟ اگه شما قبول دارید بگید. بچه مذهبی ها یکی از سخت‌ترین بحث‌هایی که میپذیرن بحث ولایت مطلقه است. قبول دارید یا ندارید؟ بله؟ خب بنده توی جلسه ضد انقلابی تو کانادا رفته بودم، اینها اسلام رو قبول نداشتن، امام زمان رو مسخره میکردن. اینا مثلا چیه نیم پهلوی بهش میگن، رضا پهلوی توی جلسه چند جلسه قبلشون رفته بود اونجا، یه جلسه خیلی در به داغون، اعضای مجاهدین خلق، تریک فدایی، مثلا تروریستا، این فراری های پرونده های چی اخیر، اینا اونجا تو اون جلسه بودن. شما فکر میکنید من چجوری سعی کردم اینها رو جذب بکنم به دین؟ با طرح بحث ولایت. اولش که طرح کردم میخواستن تیکه پاره کنن بنده رو. یکیشون صریحا برگشت گفت آقا حرف تازه شنیدیم. ببینید آقا بحث ولایت چقدر مهجوره که پر جاذبه ترین بحثیه که ضد دینا رو شما میتونید جذب کنید. اما بحث ولایت برای بچه مذهبی ها تو نمیتونید جا بندازی. قربت نداره آقا. حجاب، نماز، خمس، زکات، هیچ کدوم از این بحثا جاذبه بحث ولایت رو نداره. اما طرف میبینی حجابش براه، نمازش رو میخونه، خمسش رو میده، همه این کارا رو میکنه، ولایت نمیپذیره. مال ضعف معرفتی جامعه است. همش ما از محبت نسبت به اولیاء خدا سخن گفتیم، در مورد ولایت اولیاء خدا کمتر سخن به میان آمده است. خواهش میکنم ازتون، بنده با لسان الکن و زبان نارسای خودم تلاشی در این جهت دارم انجام میدم. حتی اگر برای شما صرفا سوالات ایجاد بشه که به سوالات خودتون بپردازید و بتونید ضرورت ولایت رو، ویژگی هاش رو عمیقا درک بکنید و بعد با مطالعات خودتون درکتون رو عمیق بکنید، فکر میکنم کفایت بکنه. چرا باید اساسی در این بحث دینی ما که ولایت هست اینقدر مهجور باشه، اینقدر تعارفی باهاش برخورد بکنیم؟ بعضی ها تا صبح سینه بزنن علی ولی الله بگن اما نمیفهمه مفهوم ولایت رو. خود علی ابن ابی طالب نمیپذیره، میگه حالا این دیگه باشه دیگه، بذار سینه‌شو بزنه. نمیگیم بده ها، سینه زنی برای امام حسین امیرالمومنین هیچ وقت بد نیست، ولی سینه زنی وقتی پذیرفته میشه که حسن ختام کلام ما یک کلمه از امیرالمومنین فرمود. میدونید من چرا مالک اشتر رو اینقدر دوست دارم؟ چون مالک اشتر اگر علی هم بالا سرش نباشه انقدر خوب میفهمه که هر موقع خودش بنشیند به یک نتیجه فکری و علمی برسه، اون دقیقا حرف من علی اگه میخواستم بهش بزنم. شما دوست دارید مالک اشتر بشید؟ محمد ابن ابی بکر رو که میفرمود بگید محمد پسر منه نه پسر ابو بکر. محمد رو وقتی شهید شد انقدر امیرالمومنین گریه کرد، فرزند خودش میدونست. محمد ابن ابی بکر رو عزل کرد، مالک اشتر رو جاش گذاشت. گفتن آقا محمد ابن ابی بکر ناراحت شد. آقا فرمود من محمد ابن ابی بکر دوست دارم، بچه خوبیه، ولی خب چیکار کنم، مالک اشتر بیشتر میفهمه.
دوست داریم مالک اشتر علی باشه یا محمد بن ابی بکر؟ انشاءالله خداوند متعال همه ماها رو مالک اشترهای آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. صلوات خدا. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.